روغن مار چیز بیخودیه. خب اگر کسی بیاد روغن مار رو بفروشه بگه من روغن مار میفروشم، این هیچ ادعایی هم نمی کنم که چیکار میکنه، من فقط روغن مار میفروشم، شما بیاید روغن مار بخرید. ولی به معنی اینکه این آدم بگه که روغن مار برای فلان کار استفاده میشه، باید یه رابطه‌ای بتونه برقرار کنه بین این دوتا کار. مثلا من یادم خیلی سر مسئله اینکه NFT مالکیت نیست بحث کردم تو توییتر با افراد مختلف، خیلی زیاد بحث کردم. چرا؟ چون داشتن به اسم مالکیت میفروختن NFT رو، میگفتن NFT مالکیت اثر هنریه، در حالی که NFT مالکیت اثر هنری نیست. با تعریف سنتی مالکیت، با تعریف سنتی intellectual property، این مالکیت نیست، این ادعاه، کلیمه. تو میتونی کلیم رو، خود کلیم رو بفروشی که یک هشه فقط، ولی این کلیم با هر حالت دیگه میتونه اتفاق بیفته و کسی دیگه بفروشه. و این یه ایراد بود که نسبت بهش داشتم. مورد دوم این که میگفتن این دیسنترالایزه. ببین بین هر چیزی که در دنیای واقعیه و هر چیزی که در دنیای مجازیه بخوای ارتباط برقرار کنی، مشکلی داری به اسم اوراکل پرابلم. کار ساده ای نیست حل کردنش. یا باید یک دونه مرجع داشته باشی که یه بایگانی داشته باشه، تو بری بهش عکس بدی بگی من میخوام این عکس رو NFT کنم، بره به تو بایگانیش همه عکس‌ها رو نگاه کنه، همه رو، بعد بسنجه که این عکس تو تکراری هست یا نه. و این تکراری بودن هم خودش یه سوال دیگه. اگر یه عکسی باشه این عکس تو باشه ولی یه پیکسلش فرق داشته باشه، آیا عکس توه یا نه؟ اگر 90 درجه چرخونده باشنش، عکس توه یا نیست؟ اگر جاش تغییر کرده باشه چی؟ اینا رو یک مرجع، یک اتوریتی انسانی خودآگاه باید حل کنه. اگر بخوایم اینو حل کنیم، این بخوایم این کار رو انجام بدیم، این دیسنترالایز نمیشه و تو خودت هم به تنهایی نمیتونی وریفای کنی. اندیویجوالی وریفایبل نیستش که این همین یه دونه است. یعنی یه عکس اگر به تو اگر یک عکس به تو بدن بهت، ببخشید، بگن که آیا این عکس فقط همین، از این عکس چند تا NFT وجود دارد، با هر وریشنی که تو میتونی در موردش تصور کنی، تو نمیتونی در موردش نظر بدی. به این میگن ریورس ایندکسینگ پرابلم. ایندکس که میکنم، من میگم عکسی که تو به من دادی شماره 90ه، از این به بعد هر موقع شماره 90 رو دادی من میگم این مال اون عکسه، ولی تو نمیتونی یه عکس دیگه بیاری بگی که آیا شبیه به این عکس جایی داری؟ اگر داری شماره هاشو بده. من فقط میتونم از 90 به عکس برسم، از عکس نمیتونم راحت به 90 برسم، مگر اینکه یک سیستم متمرکز داشته باشم، ایندیویدوالی برای پای بزنیست. و در نهایت یه ایراد فلسفی هم نسبت به قضیه NFT ها داشتم. کالکتبل ها بی ذاته، البته این ایرادم ایرادی که دیبیتبل، میتونن با بحث کنن، میشه روش بحث کرد، جای مجادله زیاد داره. ولی کالکتبل باید هر چیزی دیگه، اجسام، چیزایی که جمع‌آوری میکنی، کالکت میکنی، به خاطر اینکه کمیابن کالکت میکنی، و چیزی که کمیاب نیست رو اگر کالکت کنی، کسی برای خود، نه برای خودت ارزش، ممکنه ارزش ذهنی داشته باشه برات، ولی ارزش مبادلاتی نداره، چون عنوانی کالکتور ارزش مبادلاتی هم باید در نظر میگیره. ولی کمیابی مفهوم اینترسابجکتیو، یعنی من نمیتونم بگم آی ملت از این دستمال کاغذی فقط یه دونه هست با این تاها. آره تو میتونی حتی بگی که آره احتمال زیاد با این تا و این چین و چروکی که تو داری از این دستمال کاغذی یه دونه هست، ولی این رو نمیتونم من بفروشم. چرا؟ چون بقیه مرد باید بین بقیه مردم یک تا بودن و مهم بودن، روایت پشت این دستمال کاغذی یه روایت مشترکی باشه، این مفهوم اینترسابجکت. اگر من این دستمال کاغذی، همین دستمال کاغذی بیارم بگم ملت این دستمال کاغذی مال هیتلر بوده، حالا میتونم احتمالاً بفروشمش، چون یه روایت به وصلش میکنم به یک روایتی که همین الان در فضای بین الاذهانی مردم زندگی میکنن، حالا احتمالاً قابل فروش میشه. برای آثار هنری
که دیجیتال هستن، شما اگه بتونی به یک روایتی که همین الان در بین اذهان زندگی میکنه متصلش کنی، مثل کارهایی که این چی بود، بیتل نبود اسمش، شادم رفت، یه هنرمند بود خیلی چیزای گرونی فروخی، چند تایی اثر هنری گرون فروخ. التن جان نبود؟ نه توی همین چیز ماشینش بود خیلی گرون. نه تو فضای NFT چند تایی گرون ترین آثار هنری فروخ. اصلا نمیشستم. یه آدمی بود که ولی اون آدم قبلا تو فضای بین الاذهانی زندگی میکرد، خودش وجود داشت، برای همین میتونست کالکتبل بفروشه. شما اگه بخوای کالکتبل که در فضای بین الاذهانی قبلا یک چیزی روایتی براش وجود نداره بخوای بفروشی، نیاز داری که یک فرایند روایت سازی رو انجام بدی. فرایند روایت سازی میتونه یه چیزی مثل این باشه که به یه سلبریتی بگی که بیاد اینو پروموت کنه که یک فردیه که قبلا وجود داشته. میتونی از طریق فروش گران به خودت این فرایند رو انجام بدی، یعنی کسی قبل از اون که اون قایق، یه قایق NFT بود، یه عکس یه قایق بود، فکر کنم 10-20 میلیون دلار، یک بیلیون دلار، یه مبلغ خیلی عجیبی فروشه. اون روایتی برای اون در فضای بین الاذهانی وجود نداشت، ولی طرف اومد یه، من حدس میدنم ممکن اشتباه بکنم، یه بار اون رو میفروشه 1 میلیارد یورو به خودش و خبر پخش میشه، اون ریپل افکت اتفاق میفته، حالا یه روایت براش وجود داره، حالا میتونه این رو شاید نه 1 میلیارد تومان، شاید ولی مثلا شاید 300 میلیون تومان شاید بتونه بفروشه در یک فرایندی، نمیدونم، احتمالش هست. و آخرین در همین راست روایت سازی، اون چیزی که برای من در نهایت ایجاد میشه اینی که تو با NFT میخوای یک ساختار روایت سازی رو بسازی، یک کارخونه روایت سازی. وقتی یک کارخونه ساختی از کالکتبل، دوچار یک مشکلی میشی به اسم، من اسمشو گذاشتم Unlimited Objects، یعنی بی نهایت نقاشی هایی هستن که لیمیتد هستن، بی نهایت ایکس. برای همین مثلا یه فرش که نقشه داره معمولا یه لیمیتد آبجکته به خاطر نقشه ای که داره، فرش های دست باف مثلا، ولی تو فرش ماشینی رو با همون نقشه نمیپسندی، بابتش اونقدر قیمت نمیدی، نه به خاطر اینکه بابتش کار نشده، به خاطر اینکه فکر میدونی که آقا جان این ماشینه، این تولیدش برایش 5 دقیقه طول کشیده، مردم یه دونه دیگه unlimited از این فرشا میتونه همین دستگاه تولید کنه، unlimited limited object میتونه درست کنه. اینو مشکلیه که به وجود میاد. بعد سر این قضیه مثلا برندا سعی میکنن، این خیلی از برندا تو روی این قضیه نون میخورن دیگه، مثلا لوی ویتون و نمیدونم سوپریم و اینا، برندایی که فقط limited object میفروشن، سر این قضیه سعی میکنن این روایت، این که آبجکت های ما لیمیتد هستن و کم محدود هستن، این روایت رو تو ذهن فضا بین الاذهانی نگه دارن. برای همین هم هستش که اگه اجناتشون از یه حدی بیشتر شد فروش نرفت، میرن میسوزوننش، معدومش میکنن، از بینش میبرن، برای اینکه اون چیزی که میفروشن اون روایت هست نه اون جنسه. مثلا همین سوپریم آجر فروخت که روش نوشته سوپریم. آره یادم، سوپریم آجر فروخت. ولی چرا 100,000 شرکت مثل سوپریم نداریم؟